در دو دهه گذشته به ویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر نگرش به مسلمانان در آمریکا روز به روز منفی تر شده بود اما برخی گزارش های انجام شده نشان می دهد این نگرش در یک سال اخیر نسبت به قبل مثبت تر شده است همکار امری اکبری گزارش می دهد مؤسسه بروکینگز در نظرسنجی خود در سال 2022 میلادی اعلام کرد تعداد آمریکایی هایی که دیدگاه های اسلام حراسانه دارند به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این نظرسنجی نشان می دهد که دیدگاه های مطلوب نسبت به مسلمانان در ایالات متحده در طول هفت سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در سال 2016 میلادی 58 درصد از افرادی که در نظرسنجی بروکینگز شرکت کرده بودند نظرات مثبتی نسبت به مسلمانان داشتند در حالی که تا می 2022 این تعداد به 78 درصد رسید نویسندگان این گزارش جدید قائلند که دیدگاه آمریکاییها درباره مسلمانان با افزایش لفاظی های اسلام حراسانه در دوره دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شکل گرفت و در حقیقت این لفاظی های اسلام حراسانه تاثیر معکوس درباره نگرش نسبت به مسلمانان داشت به گفته آنها هدف قرار دادن مسلمانان در مبارزات انتخاباتی ترامپ راه را برای حمایت آمریکایی ها به ویژه دموکرات ها از مسلمانان حتی با وجود گسترش گفتمان ضد مسلمانان هموار کرد همچنین بر اساس این نظرسنجی تعداد مخالفان با نامزد شدن یک مسلمان برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کاهش پیدا کرده است این نظرسنجی نشان می دهد که هم جمهوری خواهن و هم دموکرات ها نسبت به ایده رای دادن به یک نامزد مسلمان منعطفتر شده‌اند. به این ترتیب آنطور که نظرسنجی جدید نشان می دهد. تعداد کل مخالفان در این زمینه از 31 درصد در سال 2016 به 26 درصد در سال 2022 کاهش یافت. اما از سوی دیگر آنطور که نظرسنجی مؤسسه بروکینگز نشان می دهد، با وجود روند رو به رشد مطلوبیت مسلمانان در میان آمریکایی‌ها، ها افزایش قابل توجهی در حملات به گروه های مسلمان توسط برخی گروه های خاص وجود داشته است. شورای روابط آمریکایی اسلامی 9 درصد افزایش در حوادث اسلام هراسی را از سال 2020 و بالاترین تعداد شکایات حقوق مدنی در 27 سال گذشته از جمله افزایش 28 درصدی در حوادث ناشی از نفرت را ثبت کرده است. ریدری چارسون روزنا آمریکایی میگوید که صنعت حرفه‌ای ضد اسلامی در آمریکا هر روز قویتر و خطرناکتر می شود. وی با اشاره به وجود مجتمع ضد اسلامی در آمریکا افزود همانطور که کشور ما دارای مجتمع صنعتی نظامی متشکل است کمپانی های دفاعی کوچک و بزرگی است که رقابت تنگاتنگ تنگ دارند و در بسیاری از مواقع برای هم به طور مستقیم کار می تا به نام امنیت ملی درآمدی داشته باشند مجتمع صنعتی ضد اسلامی نیز در این کشور وجود دارد. ریچاردسون افسود صنعت اسلام حراسی متشکل از شرکت های مشترک و گروه های لابیگری است که به نام ترویج آزادی بیان، حقوق زنان و امنیت ملی دست به اقدامات ضد اسلامی میزنند. علی اکبری اخبار شیعه